امروز از اول قرار گذاشته بودیم که باید نیروهای رژیم رو خسته کنیم. در خرم‌آباد در دو نقطه بزندروی اساسی بود. جوونا در ابتدای خیابان ناصر خسرو و خیابان انقلاب هم خود مامورا و هم ماشیناشون رو با اکلیل سرنج مورد حمله قرار دادن. واقعا منظره جالبی بود. در میدان شهدا هم بزندرو بود و هم شعار مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه آخون باید کشته شه سر می دادیم. درگیری ها بسیار شدید بود. مردم خیلی از بسیجی ها رو کتک اساسی زدن. اونها هم شلیک می کردن. بین 20 تا 30 نفر هم ساچ می خوردن. در یاسوج از اول مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور بیرون ریختن. جمعیت زیادی بودند و به سرعت ماموران حمله کردند و درگیری شروع شد. مامورین و لباس شخصی ها وارد شده حمله کردند، ولی اونها رو با سنگ زدیم و همه رو عقب روندیم. اونها تلاش کردند مردم رو از چهار طرف محاصره کنند و شلیک می‌کردند. خودشون خیابون‌های منتهی به تجمع رو بستند، ولی واقعاً حریف مردم نمی‌شدند. در میدان صادقیه بودیم. مردم شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، آخون باید کشته شه. درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر همچنان جریان داشت. مزدوران شلیک می‌کردند. با ساچمه به چشم یک خانم زدند. مردم در خودروها بوق می‌زدند. در خیابان پیامبر حدود 100 تا موتور با لباس شخصی حضور داشتند. اما مردم راهبندان سنگین در صادقیه راه انداختند و موتور سواران قفل شدند. مردم هم شعار می‌دادند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر و مرگ بر دیکتاتور. امروز در اصفهان در دو منطقه مردم با نیروهای سرکوبگر درگیری شدیدی داشتند. یکی میدان ولیعصر بود که شعار می‌دادند توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. درگیری دوم در محله تقچیه که خیلی شلوغ شده. مردم ریختن بیرون و با ماموران درگیر شدند. اینجا هم مردم همون شعار رو می‌دادند. امروز شاهینشهر شلوغ بود و مردم شعارهای زیادی می‌دادند. مزدوران در پاساژ فردوسی گاز اشک‌آور زیادی زدند و با تیر مردم را زدند. خون روی زمین ریخته بود. چند جوان یک بسیجی را تا می‌خورد زدند و موتورش را سوزاندند.